سازمان غلات و محصولات کشاورزی و غذایی FAO در گزارشی که چند پیش منتشر کرده اشاره کرده به که در سال پیش رو و ماهای پیش رو تولید، ذخیره سازی و رزرو غلات در بسیاری از کشورها بسیار کم میشه، تولید بسیار پایین میاد و کشورهای زیادی با مشکل ذخیره سازی روبرو خواهند شد، چرا که قیمت ها بالا خواهد رفت، تورم رو ایجاد خواهد کرد و به هر حال کشورهایی که در دنیا سعی میکنن این مشکل رو رفع کنن به دلیل داشتن روابط تجاری و بازرگانی سعی میکنن رزرو غلات رو در حد مطلوب نگه دارن تا فشار کمتری به مردمشون بیاد و با موج گرانی ها هم روبرو نشن. اما نکته ای که باید اینجا بهش اشاره کرد کشور ماست. کشور ما در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟ پیش بینی FAO چشم انداز خوبی برای دنیا نداره. اما برای ما چه چشم اندازی داره؟ ما به دلیل اینکه در تحریم هستیم و به دلیل اینکه رژیم ما یک رژیم فاسدی هست و در اینجور مواقع سوء استفاده میکنه، مافیاهای مختلفی وجود دارن، سلطانهای بسیاری در اقتصاد وجود دارن، میتونیم بگیم آینده چندان خوشی طی ماها و چه بسا سال پیش رو نخواهیم داشت. تحریم ها از یک سو، فساد مقامات و وجود مافیاها از سوی دیگر، بی اهمیتی و بی خیالی رژیم برای تأمین مایحتاج مردم و نیازهای اونها، توجه رژیم برای رسیدگی به امور مربوط به شهروندان دیگه در کشورهای دیگه دنیا، همه اینها باعث نگرانی هست. نگرانی که ما ایرانی ها داریم بیشتر از نگرانی هست که مردم دنیا در نقاط دیگر با اون روبرو هستن. ما نگران این هستیم که در کشورمون چه اتفاقی خواهد افتاد. این روزهایی که ما داریم میگذرونیم که از اون ناراضی هستیم میشه گفت تازه روزهای خوش ماست. در زمانی که رزرو و ذخیره گندم و سرعال و حبوبات و غلات ما کم بشه، بدون شک کشور با مشکلات جدی‌تری روبرو خواهد شد. فشارها بیشتر خواهد شد، قیمتها بالاتر خواهد رفت، به طوری که امنیت نان میشه گفت به شکل گسترده‌ای به خطر خواهد افتاد. رژیم هم فکری برای اون نکرده. این موضوعی که داره اینجا مطرح میشه چه بسا باید از رسانه‌های مختلف بیشتر بهش توجه میشد. اما از اونجایی که من متوجه شدم در بسیاری از رسانه‌ها توجهی به آینده پیش رو ندارن، مجبور شدم تا اون رو در این ویدیو خدمت شما عرض بکنم. وجود رزرو امروز در کشور ما و وجود ذخیره غلات تا حدی تونسته مشکلات رو بپوشونه، اما با وضعیتی که کشور ما داره و فشارها و تحریم‌هایی که ما داریم تحمل میکنیم و از اون طرف عدم مسئولیت و سوء مدیریت در مقامات رژیم، میتونیم بگیم که بعد از اتمام و به حداقل رسیدن ذخایر غلات در کشور، ما باید منتظر روزهای بسیار بسیار سختی باشیم. روزهایی که شاید میشه گفت بی سابقه است و حتی بدتر از قحطی زمان جنگ جهانی. به هر حال این اتفاقیه که در پیش روه و میشه گفت در شرف روی دادن غلات و رزرو و ذخیره گندم و محصولات کشاورزی ما تا مدت زیادی دوام نخواهد آورد. در تحریم هستیم. اگرچه کشورهای تحریم کننده محصولات غذایی، دارو و مواد مایحتاج اصلی مردم را تحریم نکردن، اما اون چی که داره اتفاق میفته میبینیم که مقامات کشور ما به دلیل لجبازی با قدرت‌های دنیا و به خاطر سیاست‌های غلط و سوء مدیریتشون، همونطور که جلوی ورود داروی کرونا را گرفتن، چه بسا ممکنه همین اتفاق برای غلات هم بیفته. و اگر چنین بشه، ما در واقع وارد مرحله بسیار تاریک در تاریخ کشور خواهیم شد. در تاریخ کشور چنین اتفاقی ممکنه اصلا وجودی نداشته باشه. ما نتونیم در تاریخ کشور بتونیم یک چنین رویدادی رو پیدا بکنیم که تا این حد در فشار باشیم. امروز ذخایر ما موجودن، امروز ما هنوز غلات داریم، اما روزی که به دلیل مشکلات بازار جهانی و به دلیل کمبود و به دلیل تحریم ها و سوء مدیریت این رزرو و ذخیره سازی ما به اتمام برسه یا به حداقل برسه، مسلما امنیت از کشور خواهد رفت. دیگر هیچ کس در امنیت نخواهد بود، حتی برای یک تکه نان. یعنی یک تکه نان میتونه امنیت مردم رو به خطر بندازه. ما باید فکر این روزها رو پیش از این میکردیم.
هنوز هم دیر نشده و چه بسا بتونیم کشور را از وضعیت موجود با اعتراضات، با حضور در خیابان، با تغییر رژیم جلوی اتفاقات آینده رو بگیریم. ولی در هر حال این اون چیزی است که بایستی رسانه های دیگه بهش میپرداختن، در رسانه های فارسی زبان چندان بهش پرداخته نشده. من وظیفه خودم میدونستم به عنوان روزنامه‌نگار به اطلاع شما عزیزان برسونم. روزهای تاریخی پیش رو خواهد بود، همانطور که پیش بینی میشه تورم بیش از پیش خواهیم داشت، امنیت از جامعه خواهد رفت، مشکل نان به یک مشکل جدی بدل خواهد شد و واقعا زندگی ایرانی به اون شکلی که غیر قابل تصوره به ورطه نابودی و تاریکی کشیده خواهد شد. این وضعیتی که رژیم در برابر مردم قرار داده، با لجبازی با دنیا، با دشمنی کردن با دنیا و با دشمن تراشی در دنیا، ما امروز به این نقطه رسیدیم و چه بسا روزهای تاریکتری خواهیم داشت که قبطه این روزهامون رو بخوریم و فکر کنیم که تازه در این روزها چه روزهای خوشی داشتیم. این اون چیزیه که میشه پیش بینی کرد و باعث نگرانی هست. کارشناسان باعث این رو بهش بیشتر بپردازن. قحطی خطرناکی در پیش روی ما هست و بسیار میتونه جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار بده. به امید اینکه ما به این نقطه نرسیم و امیدوارم که مسئولان کشور کمی عقل به خرج بدن و کشور رو از ورطه نابودی نجات بدن. به امید آزادی و پیروزی ملت ایران تا بعد.